پاختاخور ازبکستان و برنده پلی‌آف قطر باید به میدان بره. در گروه سوم پرسپولیس با الوحدی امارات، الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان هم گروه نیما برای تیم راه آهن. حرکت یاران راه آهن متوسط زده، موقعیت خطرناک و توپی که موقعیت برای راه آهن توی دروازه، گل برای راه آهن در بین غافلگیری مدافعین سپاهان، گل به سود راه آهن به ثمر میرسه. راه آهن شهرداری 1 سپاهان اصفهان 0. اعتراض امیر قلعه‌نویی به تصمیم آقای حاجی پور، با هم صحنه گل رو ملاحظه کنین. اینجا دفع ناقص و ضربه‌ای که مدافعین راه آهن دور میکنن. هادی عقیلی برای حاج صفی، کاظمیان، عقیلی برای خود جواد کاظمیان، پشت محوطه جریمه موقع برای حسینی و توی دروازه، گل تساوی برای سپاهان با ضربه سید جلال حسینی به ثمر میرسه. خوشحالی بی حد و نست هواداران سپاهان در ورزشگاه، بالاخره این دروازه‌بان مغلوب میشه. با هم مرور کنیم صحنه گل رو. یک گل زیبا از جلال حسینی حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. با هم از زاویه روبرو نگاه بکنیم. این ضربه جا خالی زیبای توره و ضربه‌ای که دور از دست لوکواریان. با هم مرور کنیم صحنه رو. حرکت باجلان بود و خطای امید ابراهیمی و این هم چهره در هم امیر قلعه‌نویی که کنیم. حرکت ابراهیمی که منجر به اخراج این بازیکن از زمین بازی شد. ببینیم حالا از این ضربه پنالتی که بهادر عبدی این ضربه را خواهد زد چگونه استفاده خواهد کرد. مسافه نفر به نفر، رحمتی در مقابل بهادر عبدی، ببینیم که گل خواهد شد یا خیر. حالا داور سوت میزنه ضربه باید زده بشه. بهادر عبدی در مسافه رحمتی یک ضربه و توپی که در اون دروازه قرار میگیره. گل دوم برای تیم راه آهن با ضربه بهادر عبدی یارو شماره 10 که خوشحالی رو بردی راه آهن بر میگردونه. راه آهن شهرداری 2 سپاهان اصفهان 1. زننده گل بهادر عبدی. با هم صحنه پنالتی رو مرور کنیم که چگونه دروازه رحمتی اینجا باز میشه. استفاده بکنن محسن بنگر جایگزین جواد کاظمیان در میدان خواهد شد. خب کاظمیان از بازی بیرون میره و جای خودش رو به بنگر میده. پشت توپ حاج صفی قرار گرفته. ببینیم که چگونه ارسال میکنه. بلند در محوطه جریمه مقطعیه سپاهان توی دروازه، توی دروازه. چه بازیکنی گل میزنه محسن بنگر در ثانیه های آغازی ورودش به میدان برای سپاهان گلزنی میکنه. این بازیکن محسن بنگر. فولاد ممالک سپاهان 2 راه آهن شهرداری 2. زننده گل یار تازه وارد محسن بنگر. با هم مرور کنیم. اولین ضربش